خدمت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. حضورتون عرض کنم که ما امروز قرارمون اینه که همیشه جلسه اول ما یه معارفه‌ایه در مورد ادبیات، خیلی هم جلسه مهمیه، صحبت در مورد بارمبندی‌ها، نحوه کارمون، جزوات، کتاب‌ها، آنچه که نیاز داریم رو خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی خوب توجه بکنید، روی کاغذ یادداشتی هم مطالب رو بنویسید. آخر ساعت هم به سوالاتتون پاسخ خواهم داد. امیدوارم که خیلی زودتر از این شرایط بیرون بیایم و تو کلاس‌ها حضوری در خدمتتون باشیم، اما تا اون موقع نمیشه بیکار نشست. باید آماده کنیم خودمون رو برای این شرایط. به امید خدا شروع می‌کنیم و پیش می‌ریم. دوستان عزیزم، حتما این مطالب رو یادداشت کنید، جایی که گهگدار لازمه بهش نگاهی بیاندازید. ما میخواییم در مورد ادبیات کنکور با شما امروز صحبت کنیم. این کلمه کنکورش خیلی مهمه، برای اینکه ادبیات یکی از درساییه که فوق‌العاده تشریحیش و تستیش از هم دوره و خیلی ها ضربه‌ای که میخورن مال این قسمته که این قضیه رو نمیدونن. یعنی این که فکر میکنن چون نمره ادبیاتشون خوبه تو مدرسه، فارغ التحصیلا میدونن قشنگ چی میگن، لابد ادبیات هم میگذره دیگه، میشینیم و میخونیم. نه واقعا، بذارید میانگینای سنجش بیاد بیرون، میانگین درصدا رو ببینید، ببینیم امسال چه اتفاقی براش افتاد. در هر حال که ما اینجاییم که با هم دیگه دغدغه شما رو برطرف کنیم و این نیاز داره که شماها همراه باشید با من، برنامه ها رو درست اجرا بکنید. من از امروز و این لحظه که تازه درس خاصی هم نداریم برای شما برنامه خواهم داشت. اول موضوعاتی که برای شما طرح سوال میشه، یک، معنی واژگانه، دو، املا، سه، تاریخ ادبیات. من با اجازتون این ستا رو از ستای بعد میخوام تفکیکشون کنم. تعداد سوالات معنی واژه 3، املا 3، تاریخ ادبیات 1. این سه موضوع بیشترش حفظی خوندنیه، اما معنیش این نیست ما نباید در کنار شما باشیم. اول در مورد معنی واژگان براتون صحبت کنم. این سه تا کاملا عادلانه هم سوال طرح میشه. تو نظام قدیم این گونه بود، نظام جدید هم دقیقا همین فرمون دارن میرن جلو. یکی از دهمه، یک سوال یازدهمه و یک سوال از دوازدهم. پس بین اینا کاملا عدالت برقراره. آیا اینکه من بشینم ته کتاب رو حفظ کنم واقعا کارم رو انجام میده؟ اون مدلی که شب امتحان عمل میکردیم، دستمون رو بذارم و حفظ کنم و بیام پایین، نه، جواب نمیده. چون اون عمرش یه روز، دو روز، سه روزه و ما نیاز داریم چیزایی که میخونیم، ما که شب امتحان نمیتونیم بشینیم همه اینا رو شب کنکور حفظ بکنیم که. پس نیاز داریم از همین الان با بارها خوندن. دفعات اول 60% یادمون میمونه، دفعهای دوم 70%، دفعهای سوم 80%، دفعهای چهارم 90%. باید با تکرار زیاد اینا رو به خاطر بسپاریم. خب حالا فکرم میکنید که خیلی ساده همین میاد یه لغت راحت رو تو تست میپرسه و میره؟ نه، هزار تا کار و شیطنت باهاش داره. برای اینکه ذهنیت داشته باشید، یه چند تا تستم میخوام در مورد این موضوع داشته باشم که با هم دمدش صحبت کنیم. میخوام رو تستای کنکور براتون توضیح بدم. اینا تستای کنکور نظام جدید 98. دقت کنی، تو بعد از اینکه واژه ها رو حفظ کنی باید یه سری نکته و شیطنت رو در مورد واژگان ببینی. اینجا اومده اشباح رو پرسیده. اشباح معنی سایه ها میده، اما نه این اشباحی که ایشون نوشته. اشباح باهی جیمی معنی رو میده. اسم نکتهش دخالت املا در واژه است. همین کار رو میتونه با غربت و غربت بکنه، با خار و خار این کار رو بکنه،
مثلا مخزول رو می‌نویسه، بعد جلوش می‌نویسه خار. مخزول خار معنی میده ولی نه خاره با این املا. اینجا رو ببین، استرهام به رحم کردن ربط داره اما یه کلمه رو از توش ور میداره. اینجا طلب رحم کردن باید میبود. اینجا رو نگاه کن، متفق تو قه توشه، ورداشته جلوی یکی از معانیش نوشته همگرا، چون متقارب. ببین متفق متقارب چون شباهت دارن. کنکور 1400 شاید با ملالت و ملامت این کارو بکنه، یعنی از شباهت حروف کلمات با توقیع و رقعه و وقیعت این کارو بکنه. سه تا لغتی که حروف شبیه با هم دارن. تمکن و سوال میده به تو، بعد جلوش مینویسه توانگر. کسی که همینجوری سطحی خونده میگه آقا تمکن، آره یه همچین چیزی جلوش نوشته بود دیگه، غافل از این که متمکن یعنی توانگر، تمکن یعنی توانگری، یعنی با برداشتن یه ای یک مصدر رو تبدیل به صفت میکنه. حرف من اینه باهاتون، حرف من اینه که صرف خوندن واژه بدون نکته بازی کمکی به ما نمیکنه. هر واژه‌ای که می‌خونیم بار نکته‌ای داره، باید این بار نکته‌ای برای من باز شه، باید پیرامونش برام صحبت بشه. دوباره نگاه کن، می‌نویسه مألوف، جلوش می‌نویسه خو گرفتن. نه، مألوف یعنی خو گرفته، یعنی یه صفت مفعولیه. چرا مصدر نوشتی؟ عتاب کردن یک مصدره، جلوش نوشته سرزنش شده، چرا برای مصدر صفت مفعولی نوشتی؟ استماع یعنی شنیدن، نوشته شنوایی. پس اینجوری نیست که ولمون بکنه تو اینا، تو هر کدوم در حد توانش. اینا رو تو دوازدهم داریم، درهم و دینار دوتا واحد پولن. درهم نقره است، دینار تلاس، ورداشته تمام این توضیحات درسته، تلا و نقره رو جابجا کرده. پس واژه رو باید نوعی دیگر مطالعه کرد. برنامه ای براتون رو بحث واژه دارم بچه ها. بعضیاتون شاید با این کتاب آشنا باشید. ما ورداشتیم واژه ها رو، اولا مصورش کردیم برای اینکه شما بهتر یادتون بمونه، ثانیاً واژه ها رو نکته دارش کردیم. یعنی چی؟ یعنی ریشه‌شو بهت گفتیم، اگه متضادی بوده بهت گفتیم. من با اینجاش خیلی کار دارم، عین اون صحبتایی که اونجا دیدی و اگر نکته‌ای داشته اینجا برات تاکید کردم. مستقنی و ممکنه فردا جلوش بنویسم بی‌نیازی، اینجا بهت هشدار داده که نه، مستقنی صفته، بی‌نیازی صفت نیست. این کتاب خواندنی های ماست، کتابی که شما قراره روش کار بکنی. وقتی که تو کلمه مولع و میخونی شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند، بهت میگه ببین این ریشهش ولعه، میگن ولع داره برای کاری. خب یه خوده کلمه ها آشناتر میشه. بعد بهت میگه ببین مولع صفته ها، شیفتگی جلوش نوشتن غلطه ها. در مورد همین شباهت ها صحبت میکنه. قوکو که بهت ارائه میکنه، تصویری بهت میده که تا همیشه قوکو قورباغه تو ذهنت بمونه. از کادرهای نکته‌ای دیگه بهتون بگم. اون بازی که اتفاق افتاد سر اشباح و اشباح، وقتی فراغو بهت میگه آسایش و آرامش و آسودگی، بهت هشدار میده ببین یه فراغ اینجوری هم داریم، اون معنی هجران میده ها، اینا رو با هم اشتباه نکنی. مرفه و وقتی بهت میگه یعنی حدس میزنه که ذهن تو رو نکته بین بکنه، میگه این ربطی به تفریح نداره ها، اون مفرحه، ربطی به مرفه نداره. میبینی شبیهن به هم دیگه. و وقتی تو ریشهش رو بدونی رفاه، دیگه مفرح و تفریح رو که هیجی میداره اشتباه نمیکنی.
این بحث کارمون روی واژگانه که به زودی برنامه‌شو میگم. کتابی داریم که قراره به این ترتیب روی واژگانمون کار بکنیم. برنامه میدم بهتون، مطالعه، تست، سر کلاس هم در موردشون باهاتون تست میزنم، بارها درگیر این نکته ها میکنم شما رو که وقتی سر جلسه میشینی طرف دستش رو تله گذاری و سر تو کلا گذاشتن بسته باشه. پس اگه بخوایم حرفامونو در مورد واژه جمع بکنیم، برای واژه ما باید تله های تستیشو بشناسیم که دیگه اشاره‌ای براتون کردم، مطالعه مستمر لازم داریم. بذارم بعد از عید بخونم؟ آره میشه، ولی میدونی بعد از وقت دروس اختصاصیت بزنی؟ مطلب بعدیمون سه تا سوال املاست. املا شدیداً وابسته به واژگانه. اینا به مرور تو تستنیای طول سالمون، تو تحلیل کنکورامون اینا رو خواهید دید. یعنی هیته طرح سوال املا باید واژگان کتابتون باشه. واقعا هم جز این نیست. گرچه تو کنکور 99 تو بعضی از تستای املا بعضی واژه‌های غریبه رو داده بود، ولی تو تست تأثیر نداشتن. خیلی‌ها این ارتباط رو نمیدونن. یعنی میشینن طولانی واژه میخونن، کارشون که با واژه تموم شد تازه میان میگن آقا یه کتاب املا به من معرفی کن. غافل از این که تو همزمان که داری واژه میخونی همونجا باید کار املاشو بسازی بذاریش کنار. این دغدغه ما بود سالها. میگفتیم و بچه ها رعایت نمیکردن بعضیا، یا بنده های خدا میگفتن خب آقا من این واژه رو خوندم، هیچ کس هیچ جا نبود به هم هشدار بده. فکر کنم متوجه شده باشید ویژگی کتابی که بهتون نشون دادم اینه که درجا نکته های املا رو به ما میگه. شما داری توی کتاب واژه میخونی، تصویر فراغ و آسایش و آرامش رو میبینی، همونجا بهت میگه ببین این با فراغ اشتباه نشه، اون معنی جدایی میده. و به همین ترتیبه که شما همزمان واژه یادم موند املا. البته همه کارمون این نیست، این قدم اوله که به مطالعات شما برمیگرده. تمام واژه‌های مهم و املاهاشون رو برات شاخص میکنه با هایلایت. اونایی که حالا خیلی مهم نیستن، فقط مهمن و امکان نکته دارن رو میاد برات با آبی نشون میده، میگه ببین حقه با هی جیمی و قافه ها مثلا حواستو جمع کن، ولی تو بقیه نگاه کن اینجا رو. همین لعیمی 98 و 99 کنکور سوال بود، همونجا که لعیمی رو به تو نشون میده اینم بهت نشون میده. همین نقض سالی نیست نکته نباشه، همونجا که داری نقض رو میبینی که طرف داره میشکنه شکستن عهد و پیمان رو، همونجا بهت میگه یه نقضم داریم خوب و گوارا. علاوه بر این که اینا رو تو کلاس باهات کار میکنم، تو داری 6 تست رو همزمان میخونی. دانش آموز من که واژه میخونه داره املا هم کار میکنه. ترب و یه وقت با تروب اشتباه نگیری. پس املا مرحله اولی داره و اون همون مطالعش. مطالعش کجاست؟ تو کتاب واژه‌ت. مطالعش دو حالت داره، یکی تو باید عکس ذهنی بگیری. عکس ذهنی یعنی چی؟ یعنی اینکه لعیم ما با عین نداریم، همونجا که میبینی اون هایلایت انقدر به چشت بخوره بگی آقا فقط با همزه است. ما قارب و جز با قی نقطه نداریم، وقب و جز با قاف نداریم، اینا میشن عکس ذهنی. حالت دوم مشابه های املاییه. هر دوی اینا تو کتاب واژه‌مون داره پوشش داده میشه. مشابه های املایی چجوریه؟ الان دیدی نقض و نقض، فراغ و فراغ.
توی اونا باهات کارهای خاصی میکنم. بعد از اینکه این کارو کردیم تست داریم با هم. تست و هایلایت تو املا خیلی مهمه. منظورم چیه تست و هایلایت؟ با تستای کنکور دوباره برات مثال میزنم. از وقتی من اینا رو حفظم از کجا میتونم متوجه بشم کدومشون درسته؟ اینجا رو نگاه کن، این تست کنکور 98 نظام جدیده. اول تو کتاب من، علاوه بر کتاب تو کلاس هم اینا رو میگم ها، ولی مهم اینه تو یه بار اونجا خوندی. تو ثواب رو تو کتاب من و تو جزوه من میخونی که ثواب با این املا یعنی درست، ثواب با سه نقطه یعنی پاداش. حالا تو این جمله میخوای ببینی این درسته یا نه. آقا یه جوابی را پاداش دانستند، جوابی را درست دانستند. هایلایت یه چیز میگه، میگه ما دو جور ذلت داریم. ذلت با دالزال یعنی خاری و ذلیل بودن. خاری و ذلیل بودن رو میبخشاین یا گناه رو. ذلت با رزه یعنی گناه. هر کار که به قصد نقض عهد، آقا عهد رو نقض کردن، درسته؟ دیدی الان عکسشو. تو نقض رو میدونی با این املا چیه، با اون املا چیه. اما تو با من یاد خواهی گرفت که ویژگی اگه دیدیم، هایلایت کردیم ویژگی رو، منصوب باید با سین باشه. به دروغگویی منصوب بود، به ثبات رأی منصوب بود، به پیمان شکنی ویژگی دیگه منصوب بود، پس این باید با سین باشه. این کاریه که باها تمرین میکنم. پس اول املا مطالعه، بعد این چالش ها و چک و چونه هایی که با هم درستش میکنیم. پس این منظورم اینه که شما فکر نکنید تو بخش حفظیات من شما را رها میکنم. میگم آقا واژه‌ها تو کتابت حفظ کن دیگه، املاهاشون هم به خاطر بسپر، من باید اینجا به تو آرایه درس بدم و دستور و قرائت. نه، با اینا هم به شیوه خودمون کار خواهیم کرد. بحث تاریخ ادبیات هم که 99 خیلی طوفان به پا کرد، یه سری اسم کتاب و اینا رو باید حفظ باشیم دیگه. بالاخره برداشتن یه سری شعر دادن، گفتن کی حفظ، اثر کیه، که حالا بعداً دمش چک و چونه می‌زنیم. خلاصش اینه که تمام اینها رو آخر کلاس دوباره تمام کتاب و جزواتی که باید تهیه کنید و میگم، ولی الان چون بعضیاتون سوال دارید که آقا این کتابه که گفتی جریانش چیه، این اسمش کتاب خواندنی هاست. خواندنی های مصوره، چیزایی تو باید بخوانی، ولی این راهنماییت میکنه. تمام تاریخ ادبیات ها رو هم با عکس و تصویر بهتون ارائه کرده. این میشه بخش اولمون. من اینجا بیشتر نقش یک راهنما رو برای شما دارم. شمایی که ثبت نام کردید برای ادبیات الان اومدید اینجا، من خنده داره من باور کنم شما برای واژه اومدید کلاس. نه. شما برای املا اومدید کلاس. نه. شما برای قرائت و آرایه و دستور زبان اومدید. اما به شدت بچهای عزیزم زیاد دیدم کسایی رو که فکر میکنن تو اینا هیچ مشکلی ندارن، ولی بدون راهنمایی اصل خرابکاریشون سر اینا اتفاق میفته. بخش دوم اینجا شروع میشه. بله، آرایه های ادبی. اگه از من بپرسی کنکور امسالو که میگم وای چه سخت بود، چه سخت بود، سخت در این قسمتش چی بود، بهت میگم آرایه های ادبی. آرایه های ادبی 4 تست به خودش اختصاص میده و قضیهش هم اینه که خیلیاتون شاید میدونید بیت هایی که به ما ارائه میشه و آرایش رو میخواد تو کتاب درسی نیست، یعنی خارج از کتاب در میشه. پس من با حفظ کردن نمیتونم به نتیجه ای برسم. اول باید قاعده بلد باشم. من باید بدونم قانون پیدا کردن مجاز چیه، نه اینکه تا نباشد در پس دیوار گوش رو حفظ کنم گوش مجاز از یه انسانه. اولین قدم اینه، اولین قدم اینه که قاعده ها رو درست بلد باشم. من باید به تو قانون بگم که آقا حسن تعلیل قاعدش چیه، نمیدونم اضافه تشبیهی قانونش چیه. هر ما 9 جور اضافه داریم تو زبانمون، ما 3 جور اضافه ادبی داریم. اضافه تشبیه من چجوری از بین اینا تشخیص بدم؟ قاعده شناختن اسلوب معادله چیه؟ حفظی نداریم، قانون و قاعده و تمرین. به جز ایهام و ایهام تناسب که براش باید مثال هی حفظ کنیم،
اونم یه جاهایی باز قاعده مند میشه. کارمون رو این بس، این وظیفه اولیه منه. دومیش باید شما رو با تله تستی آشنا کنم شدیدن. به شدت تو آرایه ها این هست، جاهایی که تو فکر میکنی طرف مجاز و استعاره است ولی نیست، جایی که تو فکر میکنی اسلوب معادله داره و نداره، جایی که تو فکر میکنی اضافه تشبیهیه ولی استعاریه، جایی که تو فکر میکنی تناقض نداره ولی داره. یکی حساس تر اینجاست از اول سال حواستون باشه. ببین تو امتحانه تشریحی ممکنه یه بیت بدن بگن آرایه این چیه، ولی تو تست اینجوری نیست. وقتی به تو میگن گزینه ای که فلان آرایه و فلان آرایه رو داره پیدا کن، سعی میکنن تو گزینه های دیگه چیزایی رو بذارن که به تو توهم درست بودن بده، و ما باید رو این قضیه کار کنیم. مرحله سومش تیپ شناسی و تست زنیه. تقریبا یک جلسه کامل ما رو بعد از اینکه آرایه ها رو باها دونه به دونه کار کردم، این کار به خودش اختصاص خواهد داد. تیپ شناسی و تست زنی. چرا میگم تیپ شناسی؟ آرایه های ادبی ترکیبی سوال میاد اکثرا، یعنی 4 تا سوالی که میده شاید یکیش تکی باشه. تکی یعنی چی؟ در کدام تعداد تشبیه ها بیشتره؟ در کدام مجاز به کار نرفته؟ که خیلی اینا کمن. گاهی وقتا هر 4 تاش ترکیبیه، ولی گاهی وقتا 3 تاش ترکیبیه. برای اینکه این منظورم متوجه بشی باید با تست باز کنی. بذار اول بهت نشون بدم که آرایه رو ما چی کار میکنیم، بعد برم اینجا. نداریم آرایه همونو توی فایلامون، من باید برم از جای دیگه براتون بیارم فکر کنم. نه نداریم اینجا. پس اجازه بدید من یه فایل آرایه ها براتون باز کنم که براتون توضیح بدم. این کتاب آرایه‌مونه. باز میگم آخر ساعت همه چی رو بهتون میگم. همونطور که بهتون قول دادم، توضیح دادم، من وظیفم اینه که بیام اول به شما بگم بچه ها جناستام قاعده و کلیدش اینه، یه دو قلو باید پیدا کنی، نکته 1 نکته 2. اینجاها طراحا میتونن تله بذارن برات. وقتی که اینو برات توضیح دادم، 5 تا بیت خارج کتاب شبیه کنکور، دستتو میگیرم قدم به قدم این قاعده ها رو باها تمرین میکنم تا پیداشون بکنی. همین جوری با هم میریم جلو و جناب ناقص بچه ها این شکلش، این کلیدش، این تلش، بریم تمرین. تست کنکور رو بیارم، با تست کنکور نظام جدید حرفم رو بهتر براتون توضیح بدم. مثلا تست شماره 10 رو ببین. تست شماره 10 میگه بیت زیر فاقد کدومه. ما یاد میگیریم این تیپ سوال که میگه کدومو نداره، من دنبال یه غلط هم دیگه. نه، عقل سلیم میگه با آرایه های راحت تر برم جلو، آرایه های منطقی تر قشنگ تره بگم. پس من قبل از اینکه به این تست ورود کنم، صرف این که این آرایه ها رو بدونم درست نیست. من الان بیام یه ساعت رو ایهام وایسم، یه ربع رو استعاره وایسم، کلی رو مجاز وایسم، سخته اینا. قبول دارید فکر کنم که حسامیزی و تناقض و اسلوب معادله از بقیه آرایه های این تو منطقی ترن، راحت ترن. همه تون حسامیزی رو فکر کنم از ایهام راحت تر پیدا می کنید، همه تون فکر کنم تناقض رو از اسلوب معادله راحت تر پیدا می کنید. خیلی خوب، پس من میام اول اینا رو چک می کنم، آرایه های مشخصی که اینجوری هن، اینا رو اول چک می کنم. خب وقتی که میام قاعده، حالا اینجا با قاعده بلد باشم، قاعده حسامیزی چیه؟ یه حس ایکسی
با یه حس ایگرگی ترکیب بشه. یه دوتا چیزی که به هم ربط ندارن مربوط به حواس با هم ترکیب بشن. سوال میکنم با تایپ دال و نون یا دی و ان جواب منو بدید. این بیتو میخونم با سواد خودتون. اینکه قانون این حس یه جای دیگه به کار بره تو این حس آمیزی وجود داره یا نه. شود از مهر خموشی دل خاموش گویا، جوش می در جگر خمز سر بسته بود. تایپ کنید برام داره یا نداره. یاسمین میگه نداره، رضا هم میگه نداره، عارفه هم همینطور، لاری هم همین. خب بچه ها این تست کنکور 98 با همین هست حل میشد، جوابش یک بود. نمیگم همه سوال ها، یه سوال های سختی هم داریم، باید بریم ایهامش رو پیدا کنیم، مجازش رو پیدا کنیم. اما تیپ شناسی یعنی این، یعنی تو اینجا وای نستا دنبال ایهام این بگرد و بگو شک دارم، نکنه گویا در اینجا ایهام داره یا نداره. همه تونم گفتید نداره به جز ایلیا که خب اشتباه کرده بود. یا اینجا رو نگاه کن، سوال 11 رو، تیپ شناسی این سوال میگه شما حق نداری اینو به ترتیب پیش بری، پس چیکار کنم؟ آقا شاهینزاد به ما یاد داده اول پارادوکسه که تابلوه پیدا کن. پارادوکس دومیه، سومیه، یا دال یا ب یا الف. الف رو میخونم میگه دلم میخواست به پیش تو جانش رو بفرسته، ولی کبوتر جان من قوت نداشت بیاد پیش تو. به من بگید الف تناقض دارد یا ندارد. از بعد از فاطمه دال و نون میخوام. مرسی رضا، مرسی غزاله، مرسی همه. نداره الف. خداحافظ گزینه 4. میریم سراغ ب. زمیوه گرچه در این بوستان سبک باریم، همان چو سرو به آزادگی گرفتاریم. به آزادگی گرفتاریم. آره به آزادگی گرفتار طرف، بله کاملا درسته. اما این معنیش این نیست دالو چک نکن، ممکنه دالم داشته باشه. خواهم اندر پایش افتادن چو گوی، با چوگانم هم بزنه هیچی مگوی. خدا حافظ. با پارادوکس دو تا گزینه رفت. معلومه من حسن تحلیل رو از استعاره راحت تر پیدا می کنم. کلید حسن تحلیل اینه که برای واقعیتی علتی غیر واقعی اومده باشه. خب من الان اینجا میام حسن تحلیل یا قراره تو جیم باشه یا تو الف. الف میگه دلم به پیش تو میخواست جانشو بفرسته، ولی کبوتر جان قوت نداشت. معلومه که الف نداره. خدا حافظ جواب سوال گزینه 2. پس من با دو تا تناقض نداره و یه حسن تحلیل نداره تست رو زدم. خب اینا تکنیک میخواد، اینا منتها قدم اول. قدم اول اینه که تو اول قواعدو با من بخونی، با تله ها آشنا بشی، زیر نظر من بشی. اینا رو دونه به دونه روش حل توضیح داده میشه. جزء مکمل آرایتونو بگیرید متوجه حرفم میشی. با هم تست بزنیم، بعد تو رو بفرستم تستای جامعه تو خونه کار بکنی، بعد خودم سره که من یه قولی به شما میدم 90% جلسات ما، به جز یه چند جلسه که درگیر دستور زبانی، 90% جلسات ما تست آرایه میزنیم تو کلاس. یعنی هی این قاعده ها تمرین میشه، هی این قانون ها تمرین میشه. این کارمون رو آرایه است. آرایه اولین چیزیه که بهتون درس میدم تو کلاس ها بچه ها. چرا؟ تا آرایه رو تموم نکنیم هیچی دیگه شروع نخواهیم کرد. 3 هفته ما درگیر آرایه ها خواهیم بود. حتما قلمچی 18 مهر رو رفتید. دستور زبان رو گفت در این هیته سوال میدم. قرابت رو گفت در این هیته سوال میدم. درس 1 12، درس 1 2 3. اما آرایش چی؟ تو این هیته بود نه خیر، به صورت جامع همه چی بود. پس تو بخوای خونه تست بزنی، من بخوام بهت تکنیک یاد بدم، بخوای بری آزمون بدی هر جا، آرایه ها رو جامع از ما میخوان. پس تا آرایه ها رو تکلیفش رو نبندیم، کارش رو کامل، تو نمیتونی خونه تست بزنی، من نمیتونم با تمرین کنم، تو هر آزمونی هم بری کارمون ناقصه. اینجوری نیست که من امروز بیام به تو 3 آرایه درس بدم، برم نقش واژگان درس بدم، قرابت درس 1. نه، اول باید پرونده آرایه ها رو ببندی که از جلسه بعد این کار رو شروع میکنیم و برنامه‌مون روی آرایه‌ها خواهد بود.
فکرم میکنم که همه متوجه شدن میخواییم چی کار بکنیم دیگه. قشنگ کتاب کارشم دیدید، قاعده ها رو میگیم، تله ها رو بررسی میکنیم، تمرین های تشریحی میکنیم و میریم تو تیپ شناسی و تست زنیم. دلیل اینکه جامعه هم کار میشه رو خدمتتون گفتم. اما میریم سراغ مرحله بعدی. مرحله بعدیمون شماره 5 دستور زبانه. بسیار موضوع تعیین کننده ای تو کنکور. واقعا این دسته پایین بدون معلم و راهنما دیگه شدنی نیست. یه موقعیه که میگفت خودم میشینم میخونم، تا یه جایی میشه با خودم میخونم جلو برم، ولی واقعا راهنمایی لازم داره، هدایت لازم داره. اینا دستور زبان در حیطه قلمرو زبانی، قلمروهای زبانی. توی نظام قدیم بچه ها ما یه کتاب داشتیم مخصوص دستور زبان، تکلیف باش معلوم بود. اصلا بچه ها اولی آزمون قلمچی که مثلا می رفتن می گفت اینقدر از دهمتون، اینقدر از دوازدهمتون، اینقدر از کتاب دستور زبانتون. الان اون نیست و آمیخته شده با کتابامون. ما اومدیم اینا رو استخراج کردیم، خیلی هم نسبت به کتاب بهش نظم دادیم که حالا الان میخوام در موردش براتون یه توضیحاتی بدم متوجه میشید. در حیطه قلمروهای زبانی ما ورود میکنیم به بحث دستور زبان. دوباره یک، قواعد و نکات. این خیلی استثناء و نکته داره. دو، تستنی. فوق العاده تو دستور زبان تستنی مهمه، تو همه مباحث مهمه، ولی تو دستور زبان و اینکه قلق تستی دست شما بیاد خیلی مهمه. ما یه جزوه دستور زبانی داریم، اینو به شما نشون بدم. یه جزوه دستور زبان داریم، اینم فهرستشه. این تمام چیزاییه که شما باید توی دستور زبان بلد باشی. نقش واژگان الا ماشاءالله یکی از مهمترین موضوعات دستور زبانی کنکوره. شیوه بلاغی تو کتابتون قشنگ. ببین همه اینایی که میگم شما اینا رو توی قلمرو زبانیاتون داشتی. انواع راه درس 14 دهم. نقش های طبعی درس 8 11. حذف فعل و انواع آن درس 2 دهم. گروه اسمی درس 8 دهم. ترکیب وصفی و اضافی درس 17 دهم. وابستهای پیشین پسین درس اگه اشتباه نکنم 10 یا 11 11. وابستهای وابسته دروس 8 و 9 12. جملات ساده و مرکب درس 10 دهم. فعل الا ماشاءالله تقریبا همه جا پخش. اجزای اصلی جمله درس 7 12. اینجا بازار انواعه. انواع آن رو تو 12 داریم. انواع واو درس 7 دهم. حاشیه ها، واژه های دو تلفظی، واژه های هماوا، چیزای این که این مدلی مطرح میشه. پس الان شما هیچی رو نمیتونی به من بگی تو دستور زبان قلمروهای زبانی که اینجا نباشی. در نظام جدید دستور زبان تماما رفته تو ادبیات کلاسیک، یعنی نقشا و بحثا رو توی بیت و شعر میخوان. در نتیجه از قدم اول ما با شما با بیت و شعر شروع میکنیم. این نقشای طبعی میخوایم معطوف رو درس بدیم تو شعر. یک، کنکور تو شعر میخواد. دو، کسی که دستور زبانو توی شعر یاد بگیره قطعا اگه توی نثر ازش معطوف بخوان مشکلی نخواهد داشت. شعره که کلامش قدیمی میشه و به هم میریزه. پس یه جزوهی بغل دستمون داریم وقتی داریم کتابا رو با هم کار میکنیم. هر قلم روی زبانی که گفت اینو باید بلد باشیم میپریم این تو بلدیم. یکی از ویژگی های این جزوه و تدریس کلاس ما هم تجمیع مطالبه. یعنی چی تجمیع مطالب؟
شما اگه دقت کنید تو درس 17 دهمتون برید نگاه کنید، یه تمرین اومده گفته ترکیب وصفی اضافی، هیچی دیگه نگفته. شما قلمچی هم بری اون درس بیاد از شما سوال ترکیب وصفی اضافی میکنه. تازه اومده تو 11 صفت و وابسته پیشین و پسین رو درس داده. ما اینا رو در کنار هم یاد خواهیم گرفت. یعنی وقتی بحث گروه اسمی میشه میگیم گروه اسمی خیلی وقتا وابسته پیشین پسین داره. بچه‌ها برید وابسته پیشین پسین رو بشناسید. حالا که وابسته پیشین پسین رو شناختی، تو ترکیب وصفی اضافی رو شناختی، بیا بریم سراغ این. و اینا روالیه که با هم دیگه کار میکنیم و پیش میریم. علاوه بر این که هر چی رو بهتون درس میدم الان نقشه طبعی تموم بشه، شما 4 تست منتخب کنکور اینجا با من کار خواهی کرد. پس نزدیک 60 خورده ای تست رو فقط تو جزوه دستورمون، 66 سوال رو توی جزوه دستورمون با هم کار خواهیم کرد. اما یه جزوه آرزوم بود برای دستور زبان بچه ها داشته باشم و هیچ وقت وقتشو نداشتم. به لطف قرنطینه فرصت این رو پیدا کردم. این جزئیه جزوهی دارید، شما جزوه تست دستور. پس شما برای دستور زبان هیچ کتابی نمیخوای. ببینید رویه ما تقریبا تو کلاس موضوعیه، یعنی موضوع واژه و املا و تاریخ ادبیات تو کتاب خودش، موضوع آرایه تو کتاب خودش، دستور زبانیم فعلا الان تو جزوه خودش و توی مجموعه تست خودش. تستای دستور زبان اینا رو بهتون میگم چون امروز میخوام، ما امروز با مدرسه با مجموعه صحبت کردیم با آموزشگاه، برای اینکه شما یه باره بیاید جزواتتون رو بگیرید میخوام همه چی رو بهتون، ما تو طول سال میگه اینا رو تیکه تیکه بدیم، ولی با توجه به خطرناک شدن و رفت و آمدا امروز دارم اینا رو میگم که بهتون بگم چه جزوه هایی تو کلاس من باید داشته باشید و چه کتابایی، اینا رو همه رو با هم بگیم. من اومدم تو این مجموعه چیکار کردم؟ بحث نقش واژگانو که بهت درس دادم، هر چی سوال قلمچیه برات آوردم، سوالای قلمچی گلچین، سوالای خوشگلش رو آوردم. هر چی سوال تو کنکور بوده، البته 98 تا، چون 99 رو می‌خوایم آخر سال با هم کار کنیم، نمی‌خوایم تستاشو بسوزونیم. هر چی کنکور 98 نظام جدید سوال داشته برات آوردم. هر چی تو سنجش سوال نقش بوده، نگاه کن نقش دستوری واژگان، اینا رو برات آوردم. نگاه کن ببین چقدر تسته. مثلا تو نقش واژگان 127 تست اختزاش هم هست دیگه. حالا پاسخنامش چه شکلیه؟ یکی از مشکلات ما با بچه ها همیشه سر پاسخنامه بود. یعنی یه جوری به بچه ها درس میدادیم، بعد میرفتن تو پاسخنامه کتابا آقا اینجا یه جور دیگه نوشته. ما همون جور که بهتون درس میدیم با همون نشانه گذاری ها و قواعدی که بهتون درس میدیم پاسخنامه‌شو به همون شکل براتون درستش کردیم. الان این تست رو دقیقا نگاه کن، یه سوال نقش واژه است. نقش واژگان همه درسته بجز، پس تو این 8 نقش 7 قرار درست باشه، یکیش قرار غلط باشه. این پاسخنامه‌ش نمیاد بگه پاسخ گزینه 2 است زیرا زلزله در اینجا متمم است نه نهاد و باقی گزینه ها درستن. نه، اینجوری کار نمیکنه. سالها میگم آرزوم بود پاسخنامه این شکلی برای دستور داشته باشم و موفق شدم. این قسمت پاسخنامه تست دستورتونه. این حل همون سواله، نگاه بکنید. اومده قسمتهای زائدش رو حذف کرده، قسمتهایی که ربطی به سوال ندارن رو کمرنگ کرده. جزوه رو گرفتید دایرکت ندید آقا جزوه من ناقص چاپ شده. خانم زهره نوشته شما اصلا برای من قابل خوندن نیست، مثل این باید فینگلیش بنویسی، اصلا نوشتت قابل خوندن نیست. همه رو بهتون میگم یاسمین، اصلا دارم اینو میگم، همه رو میگم، جزوه رو هم از مؤسسه میتونید بگیرید هم از جای دیگه میتونید بگیرید، فعلا فقط گوش کنید. حل سوال رو نگاه کن، من به شما یاد میدم شما با کی میتونی نهاد پیدا کنی. کی بوسه زند سبزه؟
شما با کیو چیو میتونی مفعول پیدا کنی. چیو زند بوسه. همه درستا رو برای توضیح داده. در داریم پس این متممه. ا داریم پس این ویژگیه و صفته. غلطه رو خط زده گفته این متممه. چرا؟ چون ماننده حرف اضافه است و با زلزله کار داره. تمام پاسخنامه ها رو نگاه کنید. این صفحه پاسخنامه تون. این همون هست که تستش اونجا بود. به این ترتیب براتون کار شده که به امید خدا به دستتون میرسه. یه رویه‌ایه که دستور زبانتون انگار هر دفعه سر کلاس منید و هر دفعه من دارم براتون تست میزنم. غیر از اون 66 تستی که تو کلاس داریم 496 تست، نزدیک 500 تست تو این مجموعه هست که میخوام خیالتون از دستور زبان راحت بشه. حالا میگی شاهینزاد با ما صحبت کردی درباره قاعده در دستور زبان، میشه بگی جریانش چجوریه؟ خوب دقت کنی. باز میگم هدفم فقط اینه یه ذره خیالتون رو راحت کنم. یه چیزی رو میخوام بهتون بگم از دوازدهم که با رویه قاعده شناسی آشنا بشید. ما یه سری جمله داریم که خیلی محتملن تو کنکور جملات مفعول و مسندی نهاد دارن، مفعول دارن، مسند دارن. خب من برای اینا به شما یه قاعده یاد میدیم. اسم قاعدش مترادف بازیه. قاعده مترادف بازی میگه تو هر جا به جای فعلی تونستی گرداندن و شمردن بذاری جملت مفعول و مسندیه. یعنی تو اینا ما رو نمیفرستی یه بار نهاد رو پیدا کنیم، یه بار مفعول رو پیدا کنیم، یه بار مسند رو. نه، میگم جملت رو بخون، به فعلش دقت کن. اگه فعلش گرداند و شمرد بود میشه مفعول و مسندی. امتحان بکنیم. با شعرم مثال میزنم. میگه پنهان مکن آتش درون را، پنهان مکن آتش درون را. یعنی آتش درون را پنهان نگردان. این جمله مفعول و مسندی. همین. در پیشگاه اهل خرد نیست محترم هر کس که فکر جامعه را محترم نداشت. در پیشگاه اهل خرد نیست محترم هر کس که فکر جامعه را محترم نشمرد. مفعول و مسندی. گر آتش دل نهفته داری سوزد جانت به جان سوگند. اگر آتش دل را نهفته گردانی جانت می سوزه. مفعول و مسند. از این دو یکی گر شود نابکار از آن پس که خواند مرا شهریار. از آن پس که مرا شهریار خواند، از آن پس که مرا شهریار شمرد. مفعول و مسند. دوست عزیز اجازه بدید ما جزوه رو فعلا به شما بدیم درس بدیم و ایرادی اگه موند اون موقع الان صحبت اون نیست. مسلما ما در خدمت شما هستیم که هر ایرادی داشته باشید براتون مرتفعش بکنیم. بحث الان ما از جزوه ایرادی داشته، ما هنوز نه جزوه داریم نه درس گرفتیم، شما دنبال ایرادشی. یه خورده پله پله بریم جلو، برای خودت هم خیلی بهتره. خب اینو آقا درس میدیم بهت، میخوام ببینید چجوری با قاعده آدم میتونه راحت تو اینا پیش بره. بریم سراغ مجموعه تستمون. بریم تست کنکور نظام جدید ببینیم. تست شماره 403 میگه مفعول و مسند تو کدوم گزینه داری؟
یه بار دیگه میگیم قاعده و تکنیک مفعول و مسند چی بود؟ گرداندن بتونیم بذاریم یا شمردن. قرار شد جای هر فعلی اینا رو بذاریم بگیم مفعول و مسند. خب لطف کنید و اگه سوال یه خود فکر کنید خودتون ببینید جای کدوم فعل میتونید گرداند و شمرد بذارید. ننویسید، هر وقت پرسیدم گزینه رو به یادداشت کنید، چون حواس بعضی از دوستای دیگه تون هم شاید پرت بشه. میشه بنویسید به نظرتون اونایی که به جواب رسیدن کدوم گزینه مفعول و مسندیه؟ جای کدوم تونستین گرداند و شمرد بذاری؟ کاش یه نفر غلط میزد، یک نفر هم غلط نزده، همه درست. چرا؟ به ناز مفعول پیدا کردی، مسند پیدا کردی. نمیگیم حالا همه سوالای دستور اینه، فعلا که این هست. تا جایی که جواب بده کارمون رو اینا اینجوری خواهد بود. سوال 404 رو میشه اینم حل بکنی؟ بازم مفعول و مسند. این یکی میگه همه بجز، یعنی تو سه تا گزینه این اتفاق افتاده و در یه گزینه نه. کسی جوابو نگه لطفاً، هر وقت که پرسیدم. میشه بگید به نظرتون کدوم گزینه نداره؟ غزاله. خب فقط یاسمین غلط زد؟ نه، نوران و لاری هم غلط زدن، بقیه درسته. بله، خداوند زر برکند چشم دیو، به جای برکند گرداند و شمرد. نه، درون فرومایگان شاد گردان، سیرت سروران را کرم خوانده ام. بچه ها کرم شمرده هم دیگه، چرا نه؟ دل را هدف تیر ستم گردان. خب ببین من با این قاعده اینو درس میدم به تو. قدیما خب ما بچه ها رو میفرستادیم رو کتاب های مختلف تست دستور بزنن، پاسخنامه که با روش گرداند و شمرد حل میکرد، میرفتن تو پاسخنامه یه چیز دیگه نوشته بود، نوشته بود تو نهاد جهان مفعول خراب مسند کنیفه. ویژگی این جزوه ما به این صورته بچه ها. الان میریم پاسخنامه تست 403 و 404. نگاه کن این پاسخنامه 403 و 404 داره با همون روش گردان شمرد به تو درس میده. جهان خراب گردانی اینه، درون فرومایگان شاد گردان، کرم شمردم، دل را هدف تیر ستم گرداند. فهمیدید منظورم از این که جزوه به زبون کلاس چیه؟ تو الان این تست رو بری تو کتابه نویسنده دیگه ببینی، پاسخنامش یه جور دیگه است. این جزوه و تست جریانش اینه، به این ترتیب و به این رویه روش کار صورت میگیره. بسیار خوب، اینم از جزوه دستور. پس ما یه جزوه دستور داریم، به اقتضای متون کتاب میریم سراغش و یه مجموعه تست و پاسخنامه دستور داریم. قشنگ رویه‌مو دارم براتون توضیح میدم که قراره چی کار کنیم. سوال مرتبه 6 آخرین موضوع مفاهیم و قرابت معناییه. این دوستامون 9 تان، شوخی هم نداره.
و اگه بپرسی تو این کنکور سخت 99 منطقی ترین موضوع چی بود، بهت میگم قرابت معنایی بود. این نه تا چه قصه ای دارن؟ تستاشو دیدی دیگه، الانم میریم با هم میبینیم. یه تیکه هایش صورت ها داخل کتابه، بیت های خارج کتاب رو بهش وصل میکنن. گاهی وقتا همه بیت ها خارج از کتابه، ولی یکی هم موضوعات تو کتابمونه. خلاصش اینه، اول ما باید شناخت مفاهیم سه کتاب رو داشته باشیم. ما باید بدونیم تو کتاب ها چی میگه. بیتا، آیات، قلمروهای فکری، جملات مهم کتاب. اگر صورت سوال مثلا بنویسه از دهم شما که هم امروز از یازدهمتون ببخشید، بپرسه که حساب خود اینجا کن، آسوده دل شو، مینداز به روز جزا کار خود را، خب من ندونم این چی بگه، برم دنبال چی بگردم. دوم، تسلط بر ابیات خارج از کتاب. آقا چجوری دریای ادبیات و بیتای خارج از کتابش رو درک کنیم؟ من سالهای سال خوب دارم تدریس میکنم، راههای مختلفی رو رفتم، ولی اون راهی که توش تثبیت شدم و تونستم با بچه ها کار کنم اینه: تست زنی همراه نشانه گذاری. با این کار میتونیم جواب بگیریم. تست زنی همراه نشانه گذاری که الان میخوام براتون توضیح بدم. من تو کتابای کارم که به زودی بهتون معرفی میکنم، دهم، یازدهم، دوازدهم مفاهیم و قرابتهای مهمش رو بهتون عرضه میکنم. بچه ها این مهمه، سوال بوده، قابلیت سوال داره. بازم بعدش این مرحله که تموم شد، همونجا معمولا در مورد موضوع درس باها تست کار میکنم، ولی نه از این مدلی که خب بچه ها این صورتش فروتنیه، گزینه سم فروتنیه. نه، انقدر تکنیک A و B داریم، تکنیک معکوس داریم، تکنیک 4 تا 3 تا و 5 تا 3 تا داریم، خطکشی 0 و 50 و 100. بذارید اینو از دهمتونه، مال درس هفت، شعرخوانی درس هفته. بیتی از سعدی داده تو کتابتونه: گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها. خب من بهت میگم اینو بزن، الانم شاید بخونید اکثرتون درست جواب بدید، اما میام دل و جیگرشو میریزم بیرون، میگم بچه ها دقت کنید، به خاطر چی چی خوب شده؟ چون طرف عشق داشته، بنویسیم A، بیابانها برایش سهل شده B. مواظب باشید عشق خالی رو نگیرید توی بیتی، مواظب باشید سختی خالی رو نگیرید، عشق سختی ها رو آسون میکنه. الان یه نگاهی خودتون به این تست بندازید، نمیدونم با کیفیت میبینیدش یا نه. هر وقت گفتم جوابو بگید، یه نگاهی بهش بندازید. تست 17 اگه اشتباه نکنم تجربی 98.
خب بیشتر از این نمیشه زوم بکنم، از بین میره. کسایی اگه پیدا کردن میگن به هم جوابو؟ جوابا داره میاد. سه داریم، یک داریم، چهار داریم تو جوابا. شاید بهتون بگم بالغ بر 300 تا تست و مثل این به شما وقت میدم نشانه گذاری کنی، بعد میام بهتون میگم. بچه هایی که چهار زدی، کسی که عاشق باشه نمی اندیشه از خار، نگران خار نیست. دوستایی که سه زدی، به آرزو و امید این که شبی در حرم که به کنار یار برسم، هزار بادیه و بیابان برای من راحت میشه. اگر شوق باشه، بعد و دوری منازل ساده میشه. جواب این سوال یکه. اون دوستانی که مثل یاسمین، محشید، ایلیا، سارا، لاری، یک گولشون زد این بود: به عدل تو مشتاقیم. مشتاق ای داره. کجاش میگه سختی ها آسون شده؟ من نشانه گذاری یعنی این، یعنی 300 تا سوال تو کلاس، 500 تا تست تو خونه، 800 تا تست، 800 تا 4 تا بیت، 3000 تا بیت بررسی میشه. دانش آموز من که سر جلسه نشسته میدونه این تلس، چون میگه مشتاق بودن رو دارم. خیلی هم درست گفتن، روژین درست گفت، نگین درست گفت، سارا شاهپناه درست گفت. میخوام بگم خیلی قرابت و خیلی از شما یه چیزاییشو میدونین، ولی من با این کارا تمیزکاری روش انجام میدم. این کار من رو قرابت. پس یه بار دیگه مفاهیم کتابو بهتون درس میدم. الان تو بیای تو جزوه من میبینی بچه‌هام این مفهومو من بهشون گفتم. این قضیه باعث این قضیه میشه. بعد باهاتون تست میزنم. بعد که تست زدم میفرستمتون خونه، شما تست بزنید. اینم رویه کارمون روی این بخش صحبتمونه. خب قرابت چیزی نیست یه شبه درست بشه، و چیزی نیست کسی توش بگه من تموم همه رو بلدم. 23 سال پای تخته کنکورم، تو این 23 سال 19 ساله داره قرابت معنایی میاد. نمیتونم ادعا کنم هر سوالی کنکور بده، ممکنه حتی یه جا نظر منم از طرح کنکور درست در باشه، ولی چون بوی سلیقه میده ما با خودمونو تا میتونیم با کنکور منطبق بکنیم. خب این شد برنامه.